بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. قال الحكيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولادت منجی عالم بشریت پیامبر خاتم رحمت للعالمین و همچنین سال روز ولادت امام صادق علیه السلام را برای جهان بشریت و پیروان امت اسلامی بلخ شما حضار محترم تبریک عرض می‌کنم. لحظاتی که وقت به من تعیین شده است عرایض خدمت شما به عرض می‌رسانم. بدون شک پیامبر بزرگوار اسلام را اونطور که باید بشناسیم و معرفی کنیم ما هم به زعم من نتوانستیم جایگاه و منزلت او را بیان کنیم، چون لقلقه زبان ما این است که پیامبر اسلام شخصیت او را تنها خلاصه به امت اسلامی می کنید، در حالی که قرآن کریم فرمود: و ما ارسلناکه الا رحمتا للعالمین. بنابراین همونطور که خدا خدای عالمیان است، الحمدلله رب العالمین، پیامبر هم برای عالمیان است و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نه پیامبر مسلمان ها. و ما وجود مقدس رسول اکرم را به مسلمان ها اختصاص میدیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للعالمین. خدا خدای عالمین، پیامبر پیامبر عالمین، قرآن قرآن عالمین. و اگر از اون هم تنزل بدهیم بازم قرآن کریم: قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. پیامبر هم برای الناس، و ما ارسلناک الا کافتا للناس. قرآن هم برای الناس، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. هم خدا خدای الناس و هم پیامبر پیامبر الناس و هم قرآن برای الناس. وقتی که چنین است ما راجع به پیامبر بزرگوار اسلام کوتاهی کردیم و وجود مقدس او را اختصاص به مسلمان ها دادیم. مسئله دومی که امروز مصادف است با سال روز ولادت امام صادق علیه الصلاه و السلام، خیر مقدم که بعضای امارت اسلامی که حضور دارن و این مطلب را چه زیباست که محضر ایشان هم به عرض برسان. در افغانستان بر اساس اطلاع من دو تا مذهب و پیروانش وجود دارد: حنفی و جعفری. مذهب حنفی بدون شک پر جمعیت ترین مذهبی که در جهان اسلام امروز پیرو داره مذهب امام اعظم امام ابو حنیفه است. و اگر برای دیگران سخت تمام نشود، این هم افتخار دیگر برای کشور افغانستان است، چون امام اعظم نعمان ابن ثابت از افغانستان عزیز است، اما کشورهای همسایه از عرب و غیر عرب
امروز پیروی از مذهب امام اعظم ابو حنیفه داره و اکثریت را تشکیل میده، چون ایشان فرزند افغانستان است، این هم افتخار دیگر برای ما. مذهب دیگری که مذهب جعفری که امام صادق علیه السلام است. امام صادق علیه السلام کسانی که اهل مطالعه آگاهی اسلامی دارند می دانند، ولی من باب تذکر امام صادق علاوه بر این که استاد المذاهب است، امام اعظم امام ابو حنیفه می فرماید و لولا سنتان لهلک النعمان، هم عصر امام صادق بوده و 2 سال به عنوان شاگرد ایشان. و ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد. از طرف دیگر دوستان عزیز، او امتیاز و انتصابی که امام صادق دارد سایر ائمه مذاهب اسلامی ندارد. و اون چیست؟ مسئله انتصاب به 2 تا شخصیت بزرگ جهان اسلام. امام صادق از نظر پدر به 4 واسطه به امام علی یا خلیفه 4 میرسد. او فرزند محمد باقر و او فرزند زین العابدین و او فرزند حسین و او هم فرزند علی. اما از طرف مادر امام صادق علیه السلام به 4 نسبت به خلیفه اول ابوبکر صدیق میرسد. مادر امام صادق فاطمه مکنا به ام فروه، فاطمه دختر قاسم، یکی از قرا یا علمای هفتگانه مدینه اون روز. قاسم فرزند محمد ابن ابی بکر. و از طرف مادر هم همین فاطمه دختر اسما، اسما دختر عبدالرحمن، عبدالرحمن فرزند ابی بکر صدیق. لذا امام صادق علیه السلام فرمود ولدتنی ابو بکر مرتین، 2 مرتبه ما از طرف ابو بکر متولد شدم. یعنی مادر امام صادق فاطمه مکنا به ام فروه، از طرف پدر نواده ابو بکر چون دختر قاسم، قاسم فرزند محمد، محمد فرزند ابی بکر است، و از طرف مادر دختر اسما، اسما دختر عبدالرحمن، عبدالرحمن فرزند ابی بکر. لذا امام صادق علیه السلام علاوه بر شخصیت علمی و جایگاه معنوی، از طرف پدر و مادر منصوب است به 2 تا خلیفه بزرگ جهان اسلام. لذا ولادت اون حضرت که مصادف با ولادت رسول اکرم است، اون را هم تجلیل خواهیم کرد. نکته دیگری که میخوام عرض کنم، برای شهدای اسلام مخصوصا شهدای سالهای اخیر، بالاخص شهدای کرس کاج، علو درجات از خداوند خواستار. خداوند همه شهدای ما را با شهدای اسلام محشور گرداند و انشاءالله کشور عزیز ما از این مشکلات نجات پیدا کنه. بیش از 40 سال است که کشور ما عزادار است، گرفتار مصیبت است و این آتش هیچ
نقطه از افغانستان نیست که در اونجا روشن نشده باشد. شیعه و سنی از هر قوم و نژادی که بودن در این مدت 40 سال کمتر و زیادتر در این آتش سوختن، چه توسط نیروی اشغالگر روس و چه توسط نیروی اشغالگر آمریکا و چه جنگ‌های داخلی حزبی و تنظیمی که به وجود آمدن. شاید کمتر خانواده وجود داشته باشد که دچار این مشکلات نباشد. بعضی اینها مربوط می شود با خودمان و بعضی هم ارتباط پیدا می کند با دوستان بیرونی ما که مشکلات را برای کشور تفرقه، بدبختی، ناامنی ایجاد می کند و خودشان با بدون وسیله به عنوان حامی و نجات دهنده گاهی وارد کشور می شود. خداوند انشاءالله ما را از مشکلات نجات بخشه. و این مسئله اخیر هم در بیرون سر و صداهای ایجاب کرد. عده داد و فریاد کشیدن در حالی که این نه اولین انتحار و انفجار است و نه آخرینش خواهد بود. تا زمانی که ما دشمن شناسی نکنیم، تا زمانی که خود و بیگانه را تشخیص ندهیم، تا زمانی که نوکر بیگانگان باشیم، همین بلا گرفتار ملت ما خواهد بود. خداوند برای ما صبر و آگاهی و قوه تشخیص عنایت کند که بتوانیم از این مشکلات نجات پیدا کنیم. دوستان عزیز، در این اوقات میبینید در فضای مجازی سر و صدایی است. این معجزه نیست که شهدای کاج این معجزه را خلق کرده باشد. این خصلت دیرینه ماست. افغانها خصلت دارد تا زمانی که بالای چوکی باشد او حکومت حکومت عدل علی و عمری است. به محضی که از چوکی پایین شد این حکومت حکومت کفر و ظالم و ستمگر است. این تجربه است، اتهام نیست. تا زمانی که والی باشیم، وزیر باشیم، معاون باشیم او حکومت هیچ گونه عیب و نقص ندارد. اما وقتی که از چوکی پایین افتادیم هزارون عیب و نقص او حکومت دارد. این تنها مربوط امروزی نیست، در گذشته چنین بود، چه در حکومت غنی و چه در حکومت کرزی. هر دوست ما تا زمانی که در رأس اداره بود از عدالت و انصاف و مشارکت ملی حرف میزد، ولی وقتی که از چوکی بعزل میشد برکنار میشد او حکومت فاسد و ظالم. یه خصلت دیرینه ما امروز دوستانی که در خارج از کشور زندگی میکنه از هر قوم و نژادی که هستن اینها مشکل اساسیشان مشکل چوکیشان. چون از قدرت کنار رفتن حکومت 20 ساله و کمتر و زیادتر تشنگی اینها را رفع نکردن امروز داد و فریاد میزن. قضیه انتحار و انفجار محکومه، چون ما مسلمانم خدا محکوم میکنه، قرآن محکوم میکنه. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. فرق نمیکنه هر کسی که بدون جرم و گناه کشته شود، امیر المؤمنین را به قتل برسانه یا آیت الله عظما، این قتل جواز ندارد. در اسلام بدون مجوز هیچ کس حق قصاص و قتل کردن کسی را ندارد. این قرآن کریم. اما این قضیه بدبختانه 20 سال در حکومت ما ادامه داشته، این میراث حکومت‌های گذشته ماست. جای سوال است آی دوستانی که در بیرون فریاد می کنید، یک سؤال منی طلبه دارم
قطعا صدای ما را رسانه ها پخش خواهد کرد. دوستان سوال اینه، این اولین انتحار و انفجار نیست، در طول 20 سال کمتر و زیادتر ادامه داشته. ما تا هنوز قاتل را نشناختیم، نه در حکومت شما قاتل برای مردم معرفی شد و نه در امارت اسلامی تا هنوز کسی را به عنوان قاتل مجازات کردن. این یک دسیسه است، این انسان های سیاست مدار میدانند. ما شما به عنوان سیاست مداران سوال میکنیم قضیه چیه؟ آیا قانون حکومت کردن اینه که هر کس حاکم باشه مردم را خودش انتحار و انفجار بکنه، یا مخالفینش انتحار و انفجار میکنه؟ اگر قانون اینه که هر کسی که حاکم باشه انتحار و انفجار هم وظیفه اوست، نسبت به دوران شما امارت بسیار کم آمده، 4-5 انتحار و انفجار بیشتر انجام نداده. و اگر براست که طرف مخالف انتحار و انفجار را انجام میده، در گذشته مخالفین شما این وظیفه را انجام میداده، پس سؤال پاسخ داده میشه که فعلا شاید این کوتاهی از شما باشد که کمتر انجام میده. قطعا از این دو فرمول خارج نیست، یا حاکم انتحار و انفجار میکنه یا مخالفین حاکم. اگر حاکم انفجار و انتحار میکنه، در این قضیه شما حکومت گذشته شریک بودید. چرا در طول این 20 سال یک نفر قاتل که این همه جنایت ها صورت گرفته و معرفی نشود، مجازات نشود، اعدام نشود، به مردم معرفی نشود؟ مسئله اولین بار نیست، قضیه دهمزن، مساجد ها، کرس ها، همین کرس کاجی که قبلا به نام کرس موعود بود، یه اولین انتحار انفجارش نیست، اولین جنایت نیست. فریاد مردم ما، علمای ما، شخصیت های ما اینه که انتحار و انفجار بر اساس دین مقدس اسلام جواز نداره، عاملینش چه حکومتی گذشته باشه چه حکومتی فعلی. وظیفه هر دولت اولین وظیفهش این است که تأمین امنیت بکنه. ما کار نداریم مسلمان است یا مسلمان نیست، وظیفه حاکم و دولت تأمین امنیت است. اگر حاکم و دولت تأمین امنیت نمیتواند یا نمیکند، پس حاکم بودن او چه معنا دارد؟ بنابراین در حکومت گذشته این مشکل را داشتیم و گلیم عذاب در خانه ما پهن بود و امروز هم متاسفانه این میراث حکومت گذشته ادامه دارد. از مسئولین امارت اسلامی تقاضا مندیم که برای شناسایی قاتلین این قضیه هرچی زودتر به مردم روشنی بیندازد، یا او را مجازات کند و یا اینکه به اصطلاح دشمنش اگر انجام داده اونها را به معرفی بکنه. راجع به وضعیت فعلی کشور، وقت ما تمام است، فقط دو سه تا پیام دارم از وضعیت کشور. دوستانی که بیش از یک سال کمتر و زیادتر در خارج رفتیم، ممکن است که از طریق پیام های شخصی وضعیت کشور را بدانید، اما من به عنوان رسانه‌ای خدمت شما عرض کنم. دوستان، بعد از آنی که شما تشریف بردید، وضعیت کشور و وضعیت کابل را برای شما یک معلومات بدهم. امروز در سر تا سر کشور افغانستان امارت اسلامی حاکم است. هیچ نقطه به نام ولسوالی و جای دیگر تحت اداره بیرون از حکومت اسلامی نیست. دو، امنیت در سرتاسر کشور حاکم است. شب و روز در مسیر راه ها مردم رفت و آمد میکنند، مگر جاهایی که اگر بعضی کسا به عنوان
برنامه چریکی کنم مشکلات ایجاد شد. موضوع دیگر دوستان، امروز شهر کابل غیر از وضعیت دوران شماست. دیگر کوچه و پس کوچه کابل از اون رابندی ها همه پاکسازی شده. حتی دور خانه و دفتر شما دیگر اون موانع نیست. رابندی های روزانه که در کابل بود دیگر وجود ندارد. متاسفانه دوستان، نمیدانم که این سخن سنگین تمام میشه یا نه، اما روایت است از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کابل امروز برای بیهجاب و بدهجاب و شرابخانه و رقاصه جا ندارد. یکی برادر عزیز من جناب آقای یوسفی بود، در جلسه شورای ائمه مساجد و شورای علما بارها می آمد داد می زد که در دشت برچی اینقدر خلیل خانه است و در دیگوری اینقدر است و دیگر. گاهی شوخی می کنیم جناب آقای یوسفی، ما در کابل زندگی می کنیم، ما چرا اینا رو نمی بینیم؟ تو چگونه خبر میشی؟ می گفت من دوستان را اونجا میفرستم برای معلومات. جناب آقای یوسفی گرستر را زندگی میکنیم، بشارت باد، دیگر از قلیل خانه های دشتی برشی و دیبوری دیگر خبری نیست. خانه های بنام امنیت دیگر وجود ندارد. قمار خانه و شراب خانه دیگر وجود ندارد. بی‌حجابی و بدحجابی در بازار دیگر راه ندارد. دوستان عزیز، شمایی که فریاد میکنید امارت حکومت یک طرفی دارد، دوستان عزیز، همون پاکسازی که شما انجام دادید مخصوصا در رابطه با هزاره، تمام جنرال ها و استر جنرال ها و والی و قاضی و کارمندان سابقه هزاره را جناب غنی از ادارات دولت پاکسازی کرد تا هنوز همون دروازه ها برای ما بسته مانده که باید لعن نفرین به شما بکنیم یا درود بفرستیم. دوستان عزیز، دیگر او فساد اخلاقی و فساد اداری که در وزارتخانه ها و در ادارات بود امروز وجود ندارد. او چگر جنرال هایی که در هر وزارت به عنوان مشاور و کارمند ده ها دختر زیبا وجود داشت، امروز در حکومت امارت اسلامی جای برایش در نظر نگرفته و در حاضرها برویشان بسته است. دو سه تا پیامی که داشتم خدمت عزیزان از وضعیت کابل پیام دادم، انشاءالله ممکنه شنیده باشه و بیخبر از حال کابل نباشه. کابل امروز غیر از کابل بود که دوستان در کابل زندگی میکرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.